سپیده عید قربان دنیا آمدم، شدم حاجی خانم. علی که ازم خواستگاری کرد، ازش قول گرفتم که منو بفرسته مکه. 14 سالم بود که توی مزرعه از سر ناچاری بچه زلیخا رو دنیا آوردم، شدم مامای ده. بعد از اون بچه های زیادی رو دنیا آوردم، اما یکیش هم مال خودم نبود. یک بار به علی گفتم زن بگیر، همون بار به سید غریب قسمم داد که دیگه هیچ وقت این حرف تکرار نکنه. کبرا و غلام که توی رودخونه غرق شدن، علی اجازه داد که مهرعلی 6 ماهه به فرزندی بیاری. علی همیشه یاد قولش بود، ولی انگار قسمت مکی من به عمر اون نبود. نفس آخری که میکشید خوب شرمندتم سلیمی جون، نشد. ولی اگر به آرزوت رسیدی، نایب زیاره منم باش. خیز و سپن دود کن، خیز و سپن دود کن، خون به دل حسرت کن. تا نرسد به من دلم، تا نرسد به من درد نکنه سید، بالاخره حاجتمو گرفتم. دیر شد ولی دروغ نشد. حلالم کن سید.
بیبی جان سبر کن بده من. ای جان بیبی نشه، خیلی وقت منتظری، بریم وگرنه به خداحافظیان نمیرسی. یا آمدم. همینجا حسین خونه ما نگاه میکنی. نگاه شرفتی به حواس داره و چه یه نوز حسین؟ بله بیا دیگه. نصیر شب نشده بگردین ها زور بزنین دیگه، قول بدین درست. حیف نون، زود باشین دیگه. حتما مایه از اینجا قول بدی؟ نصیر برو، لازم نکرده قول بدی، های کریم بفهمه محشر بپا میکنه. حرف نزنی، زور بزنی. یا علی گفت تو ماشینو هل بدی؟ مگه تو ناموس سرت نمیشه بی غیرت؟ خب اگه گلنار رو به من هدی، گلنار رو مخمیشه ناموس من، همو سفید بخمیشه، هم من ماشین تو رو هل دهم. تو میزنی؟ میدست ول کن، تو بازم بزن. پس تو اون پشت چه غلطی میکردی ها؟ چه خبرهای تازه نصیر جان؟ بالاخره مشتی کریم قبول کرد بری خواستگاری گلنار؟ اون قبول بکنه ریشش بسوزه لاهی. نفرین ای به نصیر جان. شنیدم رفته بودی زیارت. زیارت هم کردم ولی بیشتر برای دادن خمس زکات رفته بودم. پس از الان رفتی پیشواز مکه حاج کریم. مش کریم نه حاج کریم. هر وقت مشرف شدم به هم بگین حاج کریم. چرا بهت بر میخوره کریم؟ خیلی ها تسبیحشون نصف دونه های تسبیح تو رو نداره، تا قوم هم نرفتن، مردم بهشون میگن حاجی. من به مردم چه کار دارم؟ من نمیخوام حاجی دروغه کی باشم. ولی خدایش اگه بیبی نوبتشو بهت میفروخت و امسال میرفتی میشدی اولین حاجی ده. اون وقت تا دنیا دنیا بود
میگفتن اولین حاجی تازه آباد حاج کریم بود. تو معلوم نیست که شوخی میکنی که جدی حرف میزنی. جان کریم جدی میگم. اون یکی چاییت هم بخور حاجی یه سال دیگه. لعنت بر دل سیاه شیطون. سلام دارم فاطمه. دیدی گفتم بی حلالی از تو خونه خدا نمیرم. این گلناره ببین، ننه جونو بردیم مریض خونه شهر، دکترها گفتن حالا حالا باید بخوابه. های به این کریم گفتم ننه تو عینه من پاجلاوه بوره، اسم اونو بنویس برای مکه. خودت که هنوز وقت داری من گوشت نکرد که نکرد. میترسم ننه فاطمه عینه مشت سفتر حسرت به دل از دنیا بره. که بابات بفهمه دروغ گفتی هر سه فهمی ما رو ثواب نکنه. قاسم آی بابام قبر خونه است. بی بی جون داره میاد. خب بیاد. مغز تو رو هم خر خورد. باش کریم بی بی حتما حال ننه فاطمه رو از تو میپرسه، چیزی بهش نگی ها، بذار با دل خوش بره سفر. یعنی دروغ بگم؟ آدم که به خاطر دل خوشی کسی معصیت نمیکنه. ننه من مرده، منم به دروغ مرده رو زنده جا نمیزنم. این دروغ مصلحتیه کریم، خدا خودش میبخشه. تو نمیخواد برای خدا تعیین تکلیف کنی. لعنت بر دل سیاه شیطون. آقا جان تو اصلا یه چی نگو، نه دروغ نه راست، گناهش هم گردن من. نسیر نگرده رسمت الله حلالیت بخوام. بی بی جان سلام، التماس دعا. قربان شما. چشمت که به خانه خدا افتاد یادی از ما بکن. این صدا آشناست. آقای مشکریم خانه. بی بی جان ناراحت نشو، گای چایی میپره تو گلوش. مال حناق بچگیشه، دنیا که میخواست بیاد مادر خودشو خیلی آزار داد، بعدش هم زفلک حناق گرفت. های کریم نصیر گلدار هم دیگری میخواد تو کار خیر اینقدر نه نیار مرد. کله پدر نصیر بطلا یه دستی به این صاحب مرده بزن. سلام آقا کریم، خوب شد که دیدمت. دوتا نام بردهتون دارم، زحمت شو برام میکشی؟ میبینی که من پشتم به ده روم به شهر. عیب نداره، غروب که برگشتی بده ثواب داره. منم کلی نامه دارم که باید این دهونده ببرم. مال کی هست؟ یکیش مال مصیبه، یکیش هم مال بیبی. بیبی؟ کی برای بیبی نامه داده؟ از سازمان حج و زیارته. فتولا نصیر رو ندیدی؟ بی بی رو برده تنگرود برای حلالیت. ببین چه جوری ما رو جا گذاشت. قرار بود بریم جور محله برنج بیاریم برای عروس. ای
سلام علیکم. چی شد برگشتی؟ سلام. نامه چیه؟ از اداره زیارته. نوشته بیبی نمیتونه بره مکه به خاطر جواب آزمایش پزشکی. یا امامزاده غریب، الان چی بکنم؟ هرچی قسمت، لابد خدا نتلویده. زبونت گاز بگیر کریم. این دفعه رو نمیشه زبون گاز گرفت، باید راست حسینی حقیقتو بهش بگیم. اصلا شاید به خاطر دروغای شماست که خدا جوابش کرده. مش کریم، مواظب دهنت باش، خدا رو غر میگیره ها. مش کریم، تو رو به جانتی قاسم سعی بکن تا فردا این خبر رو به کسی نگی. که چی بشه؟ که برم شهر اداره حج و زیارت ببینم چه میشه کرد. کله سحر خودم میبرمت. که بری نوبتش بخری ها. لعنت بر دل سیاه شیطون. بستنی دارم خدا با خدم این روزا انشاءالله. بابا بابا بیا بیبی. نمیخواد زینب خانم بری پیش بیبی، پیش بابا بمون. بیبی داری میری مکه، کی آش پشو باته میده؟ خودم میدم گل پسر جان. آهای رجب علی، بی بچه هم بستنی بده، همه مهمان من. گسته نداره زینب جان، باید بستنی تو برده چوبش خواهد. آفرین سوهاد، از این بهتر نمیشه. این چوب شیرینه، میبرم کنار خونه خدا میذارم تا همه بدونن زینب برای خدا بستنی فرستاده. کومه جان آخای بنویس برای فتح‌الله آقا و چی یه پیرن. گلنار ره یه چادریه وال سفید. زینب ره یه عروسک. نصیر ره بنویس. شما چی میخوای بیارم جون؟ ای طرف نصیر جون. آها برای نصیر جان بنویس حاجتش بخوام که با گلنار خانم عروسی بکنه. برای کریم بنویس یه تسبیح. اون که خودش ده تا تسبیح داره. سوغات خونه خدا یه چیز دیگره پسر جان. معلومش دکریم حد بزن. برای ننه فاطمه بنویس یه خلعتی آخرت. فکر کنم خودش داره بیبی. میدونم، خدا رحمت بکنه مشت سفتره، از مشهد برای خودش اون آورده بود. سر ماه زیارتم که میشد مال خودشو میپوشید میرفت امامزاده غریب مجاور میشد.
تا عید قربانم با هیچ کس حرف نمیزد، مخصوصا با کریم. خدا بکنه کاری رو که کریم در حق بابای خودش نکرد برای مادر خودش بکنه. خدا رحمت کنه ننه. میز دفتر رو بس دیگه جون، موقع رفتن حرفای شیرین بزنیم. دعا کن دروغ باشه. چه خبر؟ واقعیت داره، نمیتونه بره، فقط کار توه، تو باید بهش بگی فتح‌الله. از من نخوا مهر علی، این کار من نیست، اصلا کار هیچ که نیست. آخه کی دلش میاد این خبر رو به پیرزن بده؟ با قسمت که نمیشه جنگی، لابد یه خیری درش هست. اگه شماها سختتونه که بهش بگین، خب من میگم. چی شده مروارد؟ دیگه چی میخوا بشه کلثوم؟ خدایا خودت شاهدی، هر بچه ایره که دنیا آورد به جای مزد به مادرش گفت دعا کن مکه نرفته نمیرم، حالا اینه دست مزدش؟ آخه چه حکمتی داری توی شکستن دل این پیر زن که من بنده سردر نمیارم؟ زبونتو گاز بگیر میرعلی. چرا کف میگی؟ نباید بذاریم بهش بگم. ببین ببینی یا سید غریب خودت کمکش. مهرعلی، من میگم یکم دیگه هم صبر کنی، شاید یه راهی باشه. آخرش چی؟ الان بهش بگیم بهتره تا ساعتی که میخواد راه بیفته، بعد میگم فتح‌الله. هر چی شد پای خودت، جواب خدا رو هم خودت بده. بعدش بیبی جان دیدی؟ نه، هیچ کس ازش نیومده بره تو، همه رفته، بابا تم زده به کو.
بیبی جان سلام. بی بی خوبی؟ خوب مشکریمو دیدی؟ دید چی گفت؟ حرفای مشکریم شنیدن داره؟ خوشش نبود، فکر کنم نشیده باشه، یعنی خدا کنه نشیده باشه، ولی اگه بفهمم بازم بهش میگم، مخصوصا بابای تو. برو مسخره کردی، خودت میدونی از بس بیبی رو کول کردم آوردم این بالا بشت، کمر درد گرفتم، مقابل نیستم او که هست. دست در نکنه این امزاد غریب، چه فکری به سر امزاد یهو چی شد طالب؟ خودمون میبریمش مکه، چی میگی؟ بیا بریم طالب بگم. فکر کنم هنوز زنده باشه، خونش رو جرمال هست. بودو بریم، اگه میان بر بزنیم یک ساعته میرسیم. ما 5 نفر بودیم از منطقه دلمان اشکال وارد راهی شدیم با پای پیاده. پای پیاده؟ تو حرفم نفر، حواسم پرد میشه. بچه جان که از این مملکت با پای پیاده رفته تا ما دومیش باشیم؟ ما پای پیاده رفتیم تا به کاروان برسیم. به به چه کاروانی، 500-700 شایدم 1000 تا شتر. شتر؟ گفتم تو حرفم نیا، گردن شکسته. بیای مدرسه بهت میگم گردن شکسته کیه. تقصیر اون چیه؟ داره حرفای پدر بزرگش رو ترجمه میکنه. سازنده بازم بپرس. پدر بزرگم میگه اینقدر تو حرفم نیا، معلومه که شطور قاطر حتی نمیتونه یک ساعتم تو سرای عراق دوون بیاره. پدر بزرگم میگه سب کنی تا از اول سفر براتون تعریف کنم. ما 5 نفر بودیم رای خانه خدا شدیم. از ما چرا رایی بدونیم؟ چه داری میرم مکه؟ برای اینکه بیبی جان رو ببریم. مگه ما میخواییم واقعا ببریمش مکه؟ تازه مگه بیبی جان خودش رفته که بدونه؟ نه ما بیدیم چه داری میرم، نه اون بیبی جان شنیده، ما هم شنیدیم. ما باید بیبی رو با گوش ببریم مکه، نه با چشم واسه. ولی بیبی که میبینه. چه داری میبینه؟ نه ایدی گلنار با نن فاطمه عوضی گرفت؟ اون فقط بیبی من نیست، بیبی همه شماست. اگه شما کمک کنین قول میدم که میشه این کار کرد.
ولی نباید بذاریم بزرگترها بفهمن، چون میگن نمیشه یا گناه داره. ولی من مطمئنم که خدا خودش کمک. چرا اینقدر ساکته؟ بسه به حال خودش بمونه. قرص قلبشو دادی؟ دادم. باید قبل از اذان صبح راه بیفتیم. آسان تو رانندگی بلدی؟ نه اینکه با اون میزنی دست به گرگیرش بزنم. بس با این نسیر خبر کنی. چی؟ بگه اون تالا پشت دوز نشسته. چه فرمی میکنه؟ مهم که آز فرمونو که هر دوتاشون دارن. تازه میگفت تو سربازی رانده جیب بوده. همیشه به دلم بود که یه روز میرم زیارت خونه خدا. نسیر جان، حالا بلدی دوجمش کریم برونی؟ عین اسب بچه‌ای هنوز. اقلا بگو این تیره خیالمون کم جمع شه. تیره عین قاطره نه اسب. خیلی خوب دیگه. پس نسیر قرار ما قبل از اذان صبح جلوی خونه قاسم. خودم فهمیدم. اگه فهمیدی بگو چی گفت. یه ساعت مونده به اذان صبح جلوی خونه گلن خانم. فهمیدی؟ چی گفتی؟ یقم اولا کن. اگه از این باید که عمو گلنار بیاره من دیگه نیستم. اتفاقا تو هستی هم عمو گلنارت. عمو گلنارم واس چی؟ برای اینکه ما مردیم. یه زن بایی باشه که به بیبی برسه. بابام خونه همون میرزه. اگه عمو گلنارم راضی نباشه چی؟ گلنار خانم با من. حاضرم. حاضرم بودو بیا بریم دیگه کردیم. بچه حال بدیم. روشن نکنم. باید به پیش بعدی برسیم. اصلا تا من نگفته روشن نکن. خودم بلدم. حالا بکشن دور روشن میشه. خودم بلدم الان میکشم. بلدم اما گندی جا نمیره. جا نمیره؟ یعنی چی جا نمیره؟ من داره به با قربونه بگیر. یا برفن نسیر، نسیر سالمی؟ سالمم معلومه که سالمم بچه هنوز با گریه که کار درست نمیشه. اگه برم خونه بابام برم میکشه. ما به خونه نمیریم. تو همینجا باش ما میریم بیبی رو میاریم سر را سوارش میکنیم. سوارش چیه؟ کیده رو نسیر کی؟ من حاضرم بریم.
بجام باید را بیفتی. کجا؟ مکه. من و بچه ها باید ببریم راهی تو. بیبی جان بریم دیر میشه. مگر وقتشه؟ خودم چی بکنم؟ ما دل شما بچه ها چی بکنم؟ هیچی نگفت؟ رفته خودش انگار رفته اون منی اگه نیاد چی؟ این دوزه سام مرده تو کوی گنده و من چی کار میکنه؟ یکی به من بگه تا خودم این مشکلیمو نکشتم. به پیر به پیغمبر قسم منم نمیدونم این سام مرده چطور اومده اینجا. اما من میدونم چرا. هر که دوازی ها به خاطر یه باتری ماشین میزنی تو سراسیری اونم ترمزش در رفته اومده تو زندگی من. خب مسیب اگه خودش را افتاده اومده این همه جردن چجوری چپ راست پیچیده؟ چجوری پیچیده؟ خونه خدا تو دشت در رأس. پس کجاست؟ همون وری یکی وقتی دعا میکنیم دستامونو اون وری بالا میگیریم. اون بالا خیلی بالاتر از ابرام بالاتر بالای سنگ سیاه. اصلا فکر نکنم شما بتونیم بیاییم اونجا بچه این هنوز. ولی من بی جان رو با خودم میبرم. خودم میشم حاج نصیر، گلنار هم میشه زن حاجی. بی بی جان خودت به اینا بگو جاده سنگ سیاه کنون بره. سنگ صفا نه سی جان نه سنگ سیاه. داماد جان فکر کردی این دوجه آبجی من هیچی نخورده برات کار کنه؟ بابا ماشینه باید بنزین بریزی تو عرقش را راه بره. تو دیگه چاک دهنه تو ببن عباس خودی. من نمیدونم امروز تو این آبادی چه خبره. دوجه حواس گندم جو کرده جماعت هم راه افتادن جاده یلاق میخوام برن خانه خدا. کیاره میگه عباس خودی؟ یکیش بیبی خوده نصیر سوارش کرده بود. گفتم نصیر کجا میری؟ گفت داریم میریم خانه خدا. نصیری دیگه کارش نمیشه.
آبجی گلنار و قاسم هم همراهشون بودن. یا حضرت عباس، اونا کجا رفتن؟ کار خودشون دو جمعونا آورده اینجا میکشن اپنسی نموز دوست مده منم بخواده کجا مشکلی؟ اینجا کجا هست خانم؟ اینجا بقیه شهدای بی نام و نشونه مادر. مراب کعبه اون سرزمین جان ببری، مراب کعبه زمین جامان بری، به سوی قبله دلهای عاشقان بری، مرا که مهر بقی است در دلم که شود، اگر به جانب قبر بی نشان ببری، مرا اگر شدم از دست بر نگردانی، به روی دست بگیری دو بیامان ببری، کسی صدای مرا بر زمین فرشته ها سخنم را به آسمان ببری. ندیدی یه دی باطیلر از این برا برن؟ دیدم، چه نفسی داشت بیبیشون، رفتن بالا سمت ییلاق صفا. خیلی جلوترن؟ اگر توی راه نمونن بله.
حیوان با چونی مشکلی مزمین زده؟ خدا به داد همون برسه. نترس، سالمه، دوباره سوار شده رفته. خدا میدونه چه بلای سر قاسم و نصیر و گلنار بیاره. بجنبی. اگر زیرا بریم بی بی حتما میبینی. حالا باید چیکار کنیم؟ مجبوریم برگردیم. دیگه نمیتونیم برگردیم. یه جوری داره با خدا صحبت میکنه، گفت واقعا داره میبیشش. ای کاش یه قاطر داشتیم. من قاطر خودم کولش میکنم. اون وقت نمیگه همه با تیاره میره خونه خدا. اینجا کجاست که شما منو کول کردین؟ خب تیاره هم از این ور میرن. خب از این ور میان، از این ور میرن. اول با تیله رفتم بالا، بعد باز برگشتن سر دورا، با سلام و صلوات رفتم پایین. گفتن میخوایم بریم سوار تیاره بشیم بریم خونه خدا. قبل از شما هم همه اینا رو به این مرد سواره گفتم. فکر کنم بدونم کجا رفتن. کجا؟ طالب فکر کنم این بلال حبشی باشه. سلام. سلام. ندیدی اینایی که با این تیلر اومدن کجا رفتن؟ چرا؟ صلوات فرستادن و سوار تلکابین شدن. من میخوام سوار بشم. با این وضعیت؟ کدوم هست؟ منظورم اینه با این همه گند و لجن میخوای سوار بشی؟ جادردش نزدیکه، تا پایی نرسیده بچه میاد. خونت کجاست؟ وای آه
بچرخونش، هیچ نترس، راحت توی شکم میچرخ. چرا خودش نمیره کمک؟ دستاش نا نداره، چشماش هم خوب نمیده. اگه زنم سریزا آباده چی؟ هیچ کسی که دست بیبی سریزا نرفته. نگاه بکن، همه ما رو بیبی به دنیا آورده. شاخ شمشاد بزنه، اینگار داره از حال میره. نترس گلنار، گیسشو گوله بکن توی حلقش، حقش میگیره، زور میزنه. مادرش چی؟ بیحال ولی باهوش. خدا خیرت بده بیبی جان. اون دارم مدیونت. اول ممنون خدا باش، بعد اما چیزش نیست، ضعف کرده. منم اول بار هم اینطور بودم. آب قندش بدین. بخور بخور. نسرش نسیر، خوبم. معلومه که خوبی، تو از همه بهتری. تو یه گوشش ازم بگو بیبی، نفس تقه. خدا عمرت بده بیبی جان. الهی خدا خودش هرچی میخوای به تو بده. بیبی دیگه خدا چی میخواد؟ همین زیارت مکه رو میخواست که اون هم بهش داد. نگهدار نصر، حالا بیبی بد شد. قرصاشو نیاوردی. یه حالش بد بشه چی؟ میخوای شما بریم، هم دارم خونه قرصاشو بیارم.
بچه تو اصلا میدونی چقدر راه اومدی زرت و زورت میکنی؟ قاسم آب بریز کف دستم. بیبی جان فرصت جا مونده، برگردیم؟ بریم. کجا؟ خونه؟ ولاده، اگه خودت نگفتی وقتشه. طالب آب بده، تخته بگیر. پیدا کردین؟ نه، راه تو علف ها گم شده. یعنی ما گم شدیم؟ میگی اینجا آدم گم میشه به چی هنوز؟ سی جان، اگر من همینجا با صدای بلند به همه بگم که نصیر از تمام آدمایی که من به عمرم دیدم هم عاقل‌تره هم بهتره، آروم میشه جون؟ علف پاش پاشه صورتت آب بذار، راه درازه جان. از حالا به بعد هر کس حرفای ناجور به نصیر من بزنه معلومه بچه از خودش هنوز. خوبه جان؟ رفتم طرف سنگ صفا. اینطور که ما در این بالا میریم میترسم به خود خدا برسیم. Thank you.
برای فتولای پیرهن، برای گلنار چادری سفید، برای زینب یک عروسک، واسه نصیر حاجتشو بخوام تا با گلنار عروسی کنم. یه حاجتی برات روا کنم نصیر. لبيك اللهم لك لبيك لبيك اللهم لك لبيك يا رب خندي آيم بسرايا إنك إيمان جانم بفدا لك لبيك لبيك اللهم لك لبيك کار همه گناهه معصیته بیبی اینه که داری دورش میگردی فقط یکی که سنگه بگه دیوونه شدی اینجا که مکه نیست بیبی همه دارم بهت دروغ میگن مگه من بهت نگفتم نام اومده که حج نمیری خدا نتره بیده بیبی آخر اومی آوردنت یک مکه دروغی باور کن اینجا خونه خدا نیست دهنت رو گلا مش کنی لعنت بفرست به شیطان بذار یکی حقیقت رو بهش بگی این فقط یه سنگ سیاهه دل تو سنگ سیاهه مش کنیم شیطان به جلدت رفته Stay, stay, stay.
من حافظ نیستم. دعوت هم کردی آمدم، حالا راست برازایت تو دادم زکر میکشیم به هر طرف، دست خودم شبم شب گریستم، با دل من چه کردی؟ در عجبم که پیش از این همه سال تو چه گونه زیستم، با دل من چه کردی؟ مکه بودم لخره خدا ما نبرد خانه خودش، علی پدرم یه مهرالی هم اونجا بود، من پارت من بود این جوانی هاش و های سفتر آمده بود، های سفتر احرام تنش بود، گفت به کریم بابا اینقدر تلخی نکن پسر، سال دیگر مشرف میشی. چند بارم سفارش نصیر جان کرد، من بابای کلثوم هم بودم، قیمت برخا آبجی حلیمه مادر خودم هم دیدم کنار کعبه بود، به من گفت دیدی سلیمه جان بالاخره نایب و زیاره همه ما شدی، همه یه مادرها بودم، همه یه دنیا همه چه میخوایی بپرسی؟ خدا پدرتو بیامرزه داشتم خفه میشدم، میخواستم بپرسم این سوغاتی ها برای کیه؟ سوغاتی های بی بیه. آفرین آفرین، دست درد نکنه آقا کریم، فکر نمی کنی یعنی مطمئنی چیزی رو یعنی چیز رو از قلم ننداختی؟ نه خدا رو جای از سوغاتی منم هست، دست درد نکنه سیگه دیگر سیگه تو قریب صدر نمی کنه، هی جای این خاک خدا قربت نیست، قربت چیه دل ما بنده است.
Funny.